دورامار عکاس و نقاشیه که از دهه 1930 تا 1980 فعال بود. در حدود سال 1931، مار با شخصی که طراح صحنه فیلم بود یک آتلیه باز کرد. اونا تعداد زیادی سفارش گرفتن و آثار بسیار خلاقانه ای تولید کردن. این کاریه که احتمالاً برای تبلیغ یک کرم صورت طراحی شده. اسمش هست سالها در انتظار تو هستند. دورامار تصویر تار عنکبوت رو به پورتری این زن اضافه کرده. این عکس‌ها رو مار در خیابون‌های پاریس، بارسلون و لندن گرفته. این عکس‌ها چهره واقعی سال‌های 1930 اروپا رو نشون میده. در اون زمان مار با هنرمندان، شاعران، نویسندگان، بازیگران و روشنفکران چپگرا هم راستا شد و به حلقه سورئالیست‌ها پیوست. اینجا قاب‌ها رو خیلی بسته تا تصاویر آزاردهنده و نامتعارف خلق کنه. الان همه می‌دونن که این تصویر جنین آرمادیلوه، هرچند که دورامار قصد نداشته بگه که سوژه‌اش چی بوده. مونتاژش هم معروفه. یکی از کارهای معروفش به نام متظاهر، پسری رو نشون میده که انگار پل زده و عکاس تصویر این پسر رو روی تصویر یک طاق قوسی وارونه مونتاژ کرده. این کار که نامش هست شماره 29 خیابان استورک، به نظر میرسه همه چیزش مونتاژ باشه، اما در واقع فقط عکس یک عروسک کوچیک عجیب رو روی تصویر طاقی ها مونتاژ کرده. حدود سالهای 1935 تا 36 دورامار با پیکاسو آشنا شد و رابطه اونها حدود 8 سال ادامه داشت. دورامار اون موقع در اوج موفقیت بود و پیکاسو دوران بی‌رونقی سختی رو می‌گذروند. پیکاسو مار رو تشویق کرد که دوباره نقاشی کنه، کاری که علاقه اول خود مار هم بود. در سال 1937 مار و پیکاسو به شکل دیگه‌ای با هم همکاری کردند. پیکاسو تابلوی گرنیکا رو خلق کرد که یکی از سیاسی‌ترین کارهاشه و مار استخدام شد تا از مراحل تکمیل این اثر عکاسی کنه. سال 1946 در کارهای دورامار آزادی بیشتری می‌بینیم. رنگ‌های روشن‌تری به کار می‌بره. اشکالش آزادتر و تاش‌هاش سریع‌تر و پر انرژی‌تر میشه. در دهه 1980 دورامار آثاری در اتاق تاریک عکاسی خلق می‌کنه. عکاسی هنوز براش جالب بود، ولی اونچه که در خیابون‌ها می‌گذشت دیگه براش جذابیت چندانی نداشت.
همیشه به امکاناتی که اتاق تاریک برای خلاقیت ایجاد می‌کرد علاقه داشت و شروع به خلق عکس‌هایی کرد که بدون دوربین خلق می‌شد. مثل اینا، گاهی با تابوندن نور روی کاغذ عکس و گاهی با گذاشتن یک شیء روی کاغذ. او در اواخر سالهای کاریش نگاتیوهای آرشیویش را هم با روشهای نامعمول دستکاری و چاپ می‌کرد. با محلولی از اسید و آب خطوط رو مخدوش می‌کرد و عکس رو متحول می‌کرد. گاهی روی خود نگاتیو هم خشم می‌انداخت. به این ترتیب میشه یک توازی بین کارهای آخر دورامار با آثار اولیه‌اش دید.